سلام خدمت همه دوستان. توی بخش بعدی از پردازش تصویرمون با اوپن سی وی هست داریم که بحث ترانزلیشن، روتیشن و اسکیل رو دنبال بکن. طبق معمول برای شروع به کارمون ما باید تصویرمون رو بخونیم. متغیر به نام IMG و CV2.imrit. طبق روال قبلی برای جابجاییمون ما باید یک ماتریس تعریف بکنیم که اون ماتریس به این صورت تعریف میشه که مثلا یه متغیر تعریف میکنم رو numpy.float32. مقداره این ماتریس ثابت هستش، یعنی همیشه برای جابجایی شما باید این ماتریس رو تعریف کنید. ما یه ماتریس تعریف کردیم برای جابجاییمون، 0, 1 و x، یعنی چه تعداد پیکسل توی محور x جابجا بشه. اینجا که 1 اعمال میشه و اینجا که 0 اعمال نمیشه و اینطور برعکس، توی قسمت 0 اعمال نمیشه و اینجا که 1 مقدار ایگرگمون اعمال میشه به اینجا. حالا من x و y هم میتونم اینجا تعریف بکنم یا میتونستم مستقیما همینجا مقدار بهش بدم، مثلا 50 یا عددی میتونستم اینجا بهش مقدار بدم. خب قبل از این کار ما باید طول و عرض یا عرض و ارتفاع تصویرمون رو به دست بیاریم. برای این کار تعداد سطر و ستون آرایمون به اصطلاح میتونیم دو تا متغیر تعریف بکنیم و اونو img.shape. اینا تو درس قبلی براتون مثال زدم، تعداد پیکسل طول، عرض و بعد تصویرمون رو، یعنی همون RGB یا اگه کانال اضافه دیگه ای هم داشته باشه برامون برمیگردونه. من اینجا تعریف میکنم که فقط دوتا مقدار اولی رو، تعداد سطر و ستون هام رو توی این دوتا متغیر قرار بده با این دستور. اگه من اینو ننویسم اینجا باید یه متغیر دیگه تعریف بکنم که چون img.shape 3 تا مقدار برمیگردونه، من پکش میکنم توی این 3 متغیر قرار بگیره و من احتیاجی به این یکی ندارم و همینجا میگم که فقط دوتای اولی. میتونم پرینت بگیرم و ببینم که سطر و ستون هم چه سایزی هستن. خب x و y من اینجا یه دونه کروش اینجا کم گذاشتیم. این تصویر ما حوالی 512 تا پیکسل توی عرضش داره و 603 تا توی ارتفاعش داره.
خب حالا ادامه میدم و برای جابجاییمون، برای جابجایی دوباره یه متغیر تعریف میکنم که تصویرمون که جابجا شده اونو اونجا قرار میده. مثلا مفت مساوی با CV تو نقطه، همیشه برای جابجایی باید از این تابع استفاده بکنید. Warp Affine و من تصویری که قرار جابجا بشه IMG، ماتریسی که تعریف کردیم برای جابجاییمون موومنت، و توی قسمت بعدی به صورت تاپل اون دوتا متغیر رو و کل رو که اونجا خوندیم، یعنی طول و عرض تصویرمون رو که خوندیم اینجا بهش میدیم، یا میتونم مستقیم اینجا عدد رو وارد کنم. حالا برای اینکه تصویرمون رو ببینیم خب اجازه بفرمایید تا مقدار ایکس رو صد خب علتی که تصویر اینجوری نشون داده میشه، ببینید علتی که تصویر اینجوری نشون داده میشه به خاطر اینه که من اینجا جای سطر و ستون رو اشتباهی نوشتم. اینجا باید اول کد رو بنویسیم و اینجا رو بنویسیم و اینجا ایکس گری اون هم صفره و نهایتا تصویر اون هیچ تغییری نکرده. خب من اینجا مثلا بنویسم 10 واحد یا 10 پیکسل توی محور ایکس، برام حرکت میده، تصویرم رو جابجا میکنه. یا بیشتر مثلا 50 تا توی محور X و 100 تا یا 80 تا توی محور Y تصویرم رو جابجا میکنه به این ترتیب. حالا اینجا تصویرمون که میبینید کوچکتره و این تصویر وقتی جابجا میشه توی این خود پنجرهمون درست نمایش داده نمیشه. برای اینکه این مشکل هم برطرف بکنید میتونید اینجا مثلا یه 200 پیکسل به تصویر پایمون اضافه کنیم تا بزرگتر بشه و جابجایی رو بهتر بتونیم ببینیم. خب من مثلا ایکس هم رو همون صفر میگیرم، فقط توی محور ایگره 80 تا به اندازه 80 تا تصویرم اومده پایین. اینجا هم که من تصویر اضافی داره به خاطر همینه که من اینجا بهش اضافه کردم 120 پیکسل به هر کدومش. خب به همین راحتی تونستیم که تصویرمون رو ترنسلیت بکنیم، یعنی جابجا بکنیم توی هر محوری، و اگر این پارامترها مقدار منفی داشته باشن تصویر به جهت عکس حرکت میکنه، یعنی به سمت بالا یا چپ حرکت میکنه. حتی مقدار مثبت به جهت پایین و راست. خب برای چرخوندن تصویرمون میتونیم از دوباره باید یک ماتریس تعریف بکنیم برای چرخوندن تصویر. cv2.getRotationMatrix2D رو انتخاب میکنیم و اینجا پارامترها رو بهش میدیم. اینجا نوشته سنتر، برای به دست آوردن حالا مرکزمون من میام دوباره از مود تاپل کل
این دستور برای اینه که مرکز تصویرمون رو به دست بیاریم، یعنی 512 تقسیم بر 2 و 603 تقسیم بر 2. از دو تا تقسیم هم استفاده کردم پشت سر هم تا عددم رو روند بکنه. مرکز تصویرمون که به دست آوردیم و پارامتر بعدی اینه که چند درجه قرار تصویر ما بچرخه. از 0 تا 360 مثلا من میمسم 45 درجه و توی پارامتر بعدی اسکیل رو من مقدار 1 میدم، یعنی نمیخوام تصویرم هیچی یا بزرگ بشه یا کوچیک بشه و تغییری نداشته باشه. خب دوباره برای این کار ما باید از تابع رپ اپاین استفاده بکنیم تا بتونیم این ماتریس چرخشمون رو روی تصویر اعمال بکنیم. من یه دوباره نشم روتیت یه دونه متغیر دیگه که تصویر رو توش نگه دارم و سیوی تو رپ اپاین. خب تصویرمون رو میخواد بعدش ماتریس جابجایی و توی مرحله بعدی همون سایزمون رو میخواد که من اینجا دوباره مثل قبل اینجا وارد میکنم. عیناً همین دستوره، فقط به جای ماتریس جابجایی من ماتریس چرخش رو نوشتم. میبینید که تصویرمون 45 درجه به جهت راست جهت عقربه های ساعت چرخیده. من اگه این 45 رو منفی 45 بزنم تصویرم منفی 45 درجه خلاف عقربه های ساعت میچرخه. و یه نکته که اینجا وجود داره اینه که این بحث سنتر هست اینجا، یعنی تصویر من داره حول وسط خودش میچرخه. من اگه میخوام نشونتون بدم اینجا توی فتوشاپ ببینید این هندل این گیره که این وسطه، من اگه تصویر رو اینجا بخوام بچرخونم حول همین محور وسطی میچرخه. اگه من بیام اینو بذارمش این گوشه و تصویر رو بچرخونم میبینید که حول این نقطه که اینجا گذاشتم میچرخه. همین کارم من میتونم توی اوپنسیوی انجام بدم و این نقطه ثقلش رو جابجا بکنم و هر نقطه که بخوام بذارم اونجا و تصویرم حول همون بچرخه. خب من مثلا اینو 20 درجه اینجا چرخوندم و میام توی اوپن سی وی، نقطه مرکزیمون رو آدرس بهش میدم که کجا باشه. مثلا 512 میزنم که عرض تصویرم باشه، یا اینو 0 و 603 تست بزنیم. خب تصویر حول اون نقطه خودش چرخیده. اجازه بدید که نقطه رو من نقطه پایش رو جابجا میکنم و بر اساس اون نقطه دیگه تصویر دور خودش شروع میکنه به چرخیدن. اجازه بدید تا یکم من اسکیلش رو کمتر بکنم تا از تصویر نره بیرون. وقتی صفر وارد میکنم یعنی از حول این نقطه دقیقا
نقطه صفر صفر میشه اینجا، اینجا نقطه صفر صفر. وقتی من صفر صفر اونجا وارد میکنم، یعنی میخوام حول این نقطه این تصویرم رو بگردونم. دقت کنید، من اینو میذارم اینجا روی صفر صفر و تصویر رو حدود مثلا 14 درجه چرخوندم. اینجا هم صفر صفر و حدود 14 درجه. خب این اگه من بذارمش اینجا، این نقطه رو من میذارم اینجا نقطه و حدود 14 درجه، اینو که تو تصویرمونی داره مینویسه 12 13 و 14. این تصویر رو باید بهمون بده توی اوپن سی وی. علتش اینه که من ببینید این پارامتر رو، اگه من یکم شاید بازی بکنیم تا همین نتیجه رو بهمون بده. خب این نقطه هم که یاد گرفتیم که کاربردش چیه، بر حول محور این سنتری که ما وارد میکنیم تصویرمون میچرخه که میتونیم باهاش کارامون رو انجام بدیم. قسمت بعدی ترنسلیشن اسکیل هست یا همون ریسایز. میتونم یه متغیر تعریف کنم، ما سی وی تو نقطه ریسایز تصویرمون رو بهش میدم آی ام جی و اینجا میتونم که سایزی که قرار تصویرم بهش تعلق بگیره رو اینجا وارد بکنم، مثلا 200 در 200. خب این سایز تصویر من کوچکتر شد 200 در 200 و حتی اگه میتونم مثلا بزرگترش بکنم، خب یه قانون دیگه هم اینجا وجود داره که میتونم این رو بهش پارامتر ندم و بیام اینجا براش تعریف بکنم که مثلا fx min fy min. خب توی قسمت بعدی interpolation داریم، cv2 نقطه اینتر مثلا اینتر لینیر، اینتر ایریا و کیوبیک، سه تا الگوریتم متفاوت اینجا وجود داره که ما میتونیم بهش بدیم که تصویر ما بر چه اساسی جاهای خالی پیکسلاش رو پر بکنه. مثلا من اینجا اینترلینیر رو بهش میدم، اجازه تصویرم رو. خب من اینجا گفتم نیم تصویرم کلا نصف بشه، نیم نیم توی ایکس و ایگره. اگه من اینجا یکونیم وارد بکنم، خب تصویرم یکونیم برابر شد تقریبا. و مفهوم این اینترپولیشن به این معنیه که شما وقتی تصویر کوچیک رو بزرگ میکنید، بزرگ نمایی میکنید، خب استرچ میشه این تصویر، بزرگ میشه، پیکسل ها از هم باز میشن. حالا چند مدل الگوریتم وجود داره که بین پیکسل هایی که خالی موندن رو پر بکنه.
اینجا من از اینتر لینیر استفاده کردم، یا مثلا میشه اینتر کیوبیک یا الگوریتم های دیگر هم استفاده بکنید که فضاهای خالی بین پیکسل ها رو پر میکنه. معمولا اینتر ایریا بیشتر استفاده میشه چون سریع تره و میاد که از مثلا یه دونه پیکسلی که اینجا وجود داره از 4 تا دوروبر خودش پیکسل ها رو کپی میکنه و اون که نزدیکترین به پیکسل توی جای خالی خودش قرار میده و به همین ترتیب کل پیکسل های خالی رو پر میکنه که تصویر ما وقتی بزرگ میشه ما پیکسل خالی نداشته باشیم. خب من اینجا توی پشتم یه تصویر دیگه دارم، PNG هستش، یعنی فقط همین این دونه S که میبینید، یعنی پس زمینه نداره، پس زمینهش ترانسپرنسی هست و با فرمت PNG ذخیره کردم، یعنی به این ترتیب. اگه اینجا ترانسپرنت کرییت و اینجا خیلی راحت من نوشتم مثلا S به رنگ قرمز و اینجا ذخیرش کردم با فرمت PNG. خب یه دونه مثال اینجا دارم براتون، اجازه اجراش کنم. این همون تصویره، میبینید که اینجا من چجوری روی پیکسل ها رو پر کردم. اینجا خیلی راحت دقت کنید به نوع خوندن تصویر، از unchanged من استفاده کردم برای تصویر PNG که یعنی پس زمینه ترانسپرنسی داره. من اومدم اینجا دو تا حلقه تعریف کردم توی رنج B و A. B و A چیه؟ B و A همون طول و عرض تصویرمون میشه. توی این حلقه ها کار وقتی کار میکنن میاد اینجا توی تصویرم آدرس پیکسل I و J توی دایمنشن سوم، یعنی قسمت ترانسپرنسیش برابر 255 قرار دادم که میدونید که هم بازه رنگ RGB از 0 تا 255 هست. من روی 255 قرار دادم و گفتم که هر جا برابر 255 شد این آدرس، شما بیان این قسمت رو، این آدرس رو توی بعد دومش که قرمز باشه 0120 BGR که باشه دو میشه قرمز مساوی قرار بده به از یه تصویر دیگه IMG، از این تصویری که اینجا خوندم کپی بگیره پیکسل و توی تصویر سوم هم تزریق بکنه IMG 3. من اجراش میکنم، اون حلقه میاد کار میکنه و هر جا که رسید به این قرمزا میاد دیگه پیکسل از اون تصویر از IMG کپی میگیره و توی اون یکی تصویرم ذخیره میکنه و اینجا تزریق میکنه.
خب اگه بخوایم بدونیم دقیقا این چی هستش، IMG3 IOJ، میتونیم پرینتش بگیریم. مثلا پرینتش بگیریم که ببینیم دقیقا این داره دنبال چه چیزی میگرده که وقتی مساوی 255 شد. خب ببینید دستور وقتی اجرا میشه، من نوشتم اینجا پیدا شد، اینا این تعداد پیکسل پیدا کرده، ببینید تعداد پیکسل پیدا کرده و وقتی پیدا میکنه میاد. حالا من این یکی رو چاپ بکنم ببینم این چه عددی به جای اون یکی نوشته میشه. خب میبینید که اونجا 255 و وقتی پیدا میکنه میاد تغییرش میده به این یکی. این یکی چیه؟ این پیکسل های اعداد متفاوتی که از اون یکی تصویر داره میخونه و مرتب به جای اون که 255 بود داره تزریق میکنه. یا اصلا میتونیم به جای این که اینو قرار بدیم بیایم numpy رو بنویسیم dot random میدونیم. من با نامپای یه دونه رندوم تعریف کردم که به صورت رندوم از 0 تا 200 اعداد رو اینجا برام می نویسه. یا اگه بیام کلن اینو برابر مثلا 0 قرار بدم، 0 که میدونیم نماینده دیگه 0 مشکی، یا هر عددی 120 خاکستری، مثلا خاکستری منظور همون قرمزه که مثلا از 255 120 تاشو که بگیریم میگه 120 قرمز کمرنگ بشه. شما به این ترتیب هم میتونید با پیکسل ها به هر حال بازی بکنید و اگه جا پیکسل رو بخونید بنویسید، بگردید یه تعداد پیکسل خاص رو پیدا بکنید و مقایسه بکنید اگر این پیکسل اینجوری بود و جاشو عوض بکنه، و به این ترتیب میتونیم این کارا رو انجام بدیم. خب یه بحث دیگه هم اینجا میمونه، بحث کراپ کردن تصویر میشه که چطور میتونیم تصویرمون رو کراپ بکنیم، یعنی برش بزنیم. منظورم از کراپ کردن اینجوریه که مثلا بیایم تصویرمون رو برش بزنیم. خب این خیلی راحته برای به دست آوردن همچین چیزی. می‌نویسیم مثلا کراپ، می‌گیم از سیستم آرایی نامپای استفاده میکنیم که میتونیم IMG خب من مثلا میخوام وقتی تصویرم اینجا مثلا اینجا آدرس اینجا 10 در 10 باشه و آدرس این قسمت مثلا 150 در 150 باشه، آدرس پیکسلشون، من این دوتا رو وقتی وارد میکنم این میاد یه دونه مربع از این نقطه تا اینجا برای من ترسیم میکنه و تصویرم رو توی این محدوده کراپ میکنه.
خب من میام می‌نویسم مثلا از پیکسل دهم توی محور X تا پیکسل مثلا 150 خب توی محور Y یا توی ستونمون میام می‌نویسم از پیکسل 45 الی پیکسل مثلا شماره 300 برام کراپ میکنه. اینجا میتونم کراپ رو نمایشش بده. ببینید که تصویرم کراپ شده، یعنی میتونم بیام اینجا مثلا بنویسم 300. دقیقا همین اتفاقی که اینجا داره میفته هیچ فرقی نمیکنه. اینجا ما فقط با موس داریم، مثلا اینجا با موس من به فتوشاپ میگم که از کجا تا کجا، مثلا این نقطه 0 0 هم این یکی اولی میگم از اینجا، و نقطه دوم هم اینجا انتخاب میکنم میگم تا اینجا، این برام کراپ میکنه. دقیقا همین اتفاق هم توی اینجا داره میفته، بهش میگم از این نقطه تا اینجا، و توی قسمت ایگرگ از این پیکسل تا این پیکسل برای من برش بزن، و اون رو توی یه متغیر کراپ ذخیره میکنه و اون رو برای من میتونیم نمایشش بدیم یا جای دیگه استفاده بکنیم یا اون رو بذاریم روی تصویر دیگه. به هر حال اون دیگه کار خودتونه که دیگه چه کاری میخواییم باهاش انجام بدیم. بحث‌های ابتدایی OpenCV تموم شده و تلاش میکنم که خیلی سریعتر قسمت‌های بعدی رو به اشتراک بذارم و دیگه این بحث‌های مبانی رو یاد گرفتیم که چطور میتونیم یک تصویر رو بچرخونیم، جابجا بکنیم، کراپ بکنیم و همینطور تغییر اندازه بدیم به روش‌های مختلف. و ممنون میشم که توی کانال سابسکرایب بکنید. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید و اگر ویدیو رو پسندیدید لطفا لایک کنید و توی کانال هم سابسکرایب بکنید.